سردم اینجا نشستم، بعد شبیه گفتش که رب از بالکن چی بیه، چرا فقط انگشتاشو میبینم من؟ چرا؟ تو میکنی؟ انگشتا چرا اینجوریه؟ سلام چی آوردی با خودت؟ یه چیزی دارم برای تو. آیا آیا خب بچه ها موضوع از این قراره. سلام، شهاب شمس رو میشناسید، عاشق کم کردنه و کلن کم کردن خیلی دوست داره، ولی که جز کاری که خیلی کم میکنه کمه. الان هوا بیرون نزدیک 3 درجه، سرده. با این هوا این تمام این تفاصیل میخواستم برم کمپ. شهاب گفتش که بیا بهش، گفتم بیا بریم کمپ، بیا بریم کمپ. من شهاب گفت سرده. در این حد سرده که از این از نارو اینجوری بستم بغلم گرم شه با لباسای گرم. اینجوری بودم که تو خونه داری میلرزی، میخوای بری کمپ چیکار کنی وسط جنگلن تو این سرما؟ بعد میدونید شهاب و شمیم خواهر برادرهای نورمای، اصلا کلا انسان، اصلا کلا شمس تبریزی از ادرا چون از صراط مستقیم اصلا نمیرن، اصلا کاراشون عجیبه. شمیم گفتش که ما که خود چادر داریم، چرا تو خونه چادر نزنیم؟ نظر بده بریم کمپ در خانه چیه؟ چرا بریم بیرون کمپ؟ چرا کمپ کنیم؟ وقتی میتونیم کمپو از بیرون بیاریم تو، واسه همین رفت الان از بیرون چادر رو بیاره. تمومه. خوشگه؟ داخلش نه یخه. میذاریم خوش میشه تو خونه ها. چیو؟ گناه آتیش هم اینجا نشده. بچه ها تعداد لایک ها به 300 تا برسه، هفته دیگه تو خونه هرتم آتیش رو آره باز میشم. بذار اول باید جاشو باز کنیم. خب جاشو نمیدونم تو ابد اینجوری دستم. خب چرا اصلا بازش کردی؟ عقلت سلیم. آفرین. چادر بزن. چادر بزن. اندازی اندازی. عشان همون به همون یه ذره اندازی رو باز کردیم ها. عالیه ها. برو توش. باره امشب بریم توش بازی کنیم. مثلا ببین الان خوراکی های تو که شبیم بیبریم مارشملو بگیریم. و مارشملو با شکلات. وای شیکاکو مارشملو. اینا رو با سوزن میکردیم تو زمین. الان چیکار کنیم؟ میخ بیار میذاریم تو زمین. میخ بیار میذاریم تو پارکت. بیا الان خیلی اینجا عالی. ببر توش. عالی عالی ها. ما شبیه تو میخوام شما خیلی 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 پشما. وای کلی نگاه کار. وای دیگه شبیه ها بیمون ببینم زیپشو باید میکنی یا نه. بیا اینم ببریم اون تو قشنگ رومو میندازیم. اینم که صدای مگس میاد. ببخ دیگه پشه. نه تو با پشه، من بی پشه. تو با پشه، من بی پشه. خب بیا شب بشینیم تو انیمه نگاه کنیم. شنیم وای خیلی شب شب خفن در انتظارم، چون شهاب همش میگفت شم چیکار کنیم، شم چیکار کنیم، یه کاری بگو بکنیم دیگه. شب شام به بیکار آدم نمیمونه. تو خونه چادر میزنه. خونه کمپ میکنیم. سلام دوستان. بچه ما یه هویی به یه ایده حتی خفنتر رسیدیم، بعدش به یه ایده حتی خفنتر از اون خفن. ایده های خفن رو هم ایده های احمقانه. هر برادر ابله شمس تبریزی موضوع اینه که یه دونه لنگ جلو بزر بشه. اونو بعدا
موضوع اینه مراقب باش. موضوع اینه که ما دوتا تنها آدمایی هستیم در دنیا که ایده های جوری که داره میلرزه بچه‌ها خوب ببینن همه چیزو. بچه‌ها خیلی مهمه این که همه چی بتونن ببینن. فقط زوم اوت میکنم شیپیت رو میاد پایین. انا توی هیچ کامیونیتی در هیچ جای دنیا هم تو خونه چا داری ندارن هیچ چیزی پیدا نمیکنم. باش دنه چند تا دیگه با بزنی الان میفته. آخ نزم تو بودم جدی. ای باش پاک داره نیفتی یا ای وای بشه هم ازت کافیه. موضوعی که هست اول که خوش آمدید به ولاگ کمپ در خانه. نه من در مصر نیستم، در روم هستم، در قلب روم. خب اینو بگی بچه ها گفتم که دیگه واسه این که چیز نکنیم قبل یا بیرون که کمپ میکنیم یوگا مت زیرمون میندازیم که باسنمون درد نگیره، باسنمون رو گاز نگیره. میتونم باسن کنم گاز بگیرم که الان میخوام. بعد گفتم که سخره‌های تو خونمون کمرمون رو درد نیاره. آریا یه موقع صبح پا نشیم به کمر درد بگیریم و اینا، یه موقع شب موقع شیبه کوه بعد گفتم که چیکار کنم چیکار کنم. استعداد اون گوشیم استعداد سرشارم بهم گفتش که تخت خوابه تخت شادوری میزنیام. یعنی چی؟ چرا من اندازه شکل کنم دقیقا؟ اوه چه گرمه بکنم شنگیدم دیگه نمیبندمش کنه زنسته میزنم که باشه. برو بشم ببر اون بر جانیا آلیا آلیا توی یک دوسته بپری توی یک دوسته بیان پشمام نگاه آیا 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 کچه نرم شد گرم و نرم. چرا بارون به این نمیگن؟ به این میگن؟ آجوش! بچه خیلی بارون رسنگ البته اینجور ویدیو ها من بهتون گفتم تو ماشین هم میخواستم ویدیو سولو کمپینگ رو بگیرم. اینجور ویدیو های سولو کمپینگ خوراک اینجور بارون هست ولی خب دیگه الان دلیلی که در داخل خانه ما چادر زنیم رو میدونید دیگه داریم این که... نورش کجاست؟ نورش ها سلام داریم میریم که خرید مربوط به کمپ بکنیم که داخل کمپ که میخوایم داخل چادرمون که میخوایم کمپ کنیم کمپ شنبه مون رو وسایل لازم رو داشته باشیم. همراه هم باشیم در خریاد در چی خریاد وای خدا نمیدونم چیکارش کنم. من تعبیر مسئول نژاد رو یه دکتر بدبخ کردم 5 تا ویدیو ازش دیدیم بیچاره هم بود خدا وکیلی تو آخر عمرمون زمین گیر کرد. در چند ماه گذشته پیام های زیادی از شمار قابل توجهی از شما هموطنان برای آموزش به اصطلاح فوش های ایتالیایی دریافت کردم ولی چون خوشبختانه من به هیچ وجه اهل ناسزاگویی نیستم این کارو نکردم. بچه اینجا داشت این نونا رو میدیدیم این دوستان رو پاهاشون رو کندن. خب سلام دوستان رفتیم برای چادرمون LED خریدیم. LED مخصوص چادر داخل شد و تاریک نباشه نباشه تاریکی داخل شد لفت شکر بچه گفتی شیدم و شاید الان وقت LED بازیه بچه بعد LED هم LED هستش که عادی هم نه یه لوله خرید. اینا LED های ضد آبه که یه موقع اگر بارون اومد یه موقع اگر نشتی داد سقف خیس نشیم فکر کنم. ولی این یه ایده ای دارم توخ برای اینکه خیلی چیز نشه تو این لایه دومش پهنش میکنم. خب اینجوری هیچ نوری نمیاد بیرون که فکر میکنم حالا امتحان میکنم کودکی بیرون اره بده میزنه همسایه کلایون بچهش داره. چقدر در تاریکی های شب های کم در خانه میتونه کمکمون کنه؟ حاضری یه ایده؟ آره یک دو سه بزن ببر چی شده؟ از اون بالا داشتی شام این بالا هیچی روشن نیم. یه بار دیگه بزن ببر آه. اوه بیا اینجا یه چیزایی اینجا پیداست. سلام بچه ها شاید فکر کنم بیارش این آه بیا 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 بکشنش اینجوری Now we are playing. اوه چه حالی میده خیلی گرم و نرمه. آخای اوه
سلام به چا؟ به کمپ شمسرویزی خوش آمدی. کمپ در منزل. قطعاً یه موسیقی درخور کمپ در منزل ترتیب دادم. حاضر شن جان؟ اسم کمپمون چیه آقای شمس تبریزی؟ شمس تبریزی کمپ؟ نه، یه چیز جذاب‌تر. کمپ در خانه خوبه دیگه. به انگلیسی بنویس. بنویس شمس تبریزی اول خوشخطا. شامین اسه؟ بایی سک کن سک کن سک کن. این از این هاست که باید یه ذره. فوق‌العاده‌ترین قسمت ماجرا من و شهابون پایینیم. فقط نسبت بدنامون همون خوبه. پرچمش هم بکر نسب پرچم کم که یه موقع افراد دیگه این میان اشتباه نگیرن. خدای بزرگ هاوس آف گل رو بزنیم. اسمش هاوس آف گل مال 21 پایلتس. از آهنگای محبوب خیلی محبوب منه. همونی که من اشتباه بلیت کنسرت یکی دیگر گرفتم. اولش هم اینجوری شروع کردم. Ask me some when I grow old, will you buy me a house of gold? When your father turns to stone, will you take care of me? Ask me some when I grow old, will you buy me a house of gold? And when father turns to stone, will you take care of me? All I want is nothing more. سلام دوستام. بچه من واقعا کمپ رو خیلی دوست دارم دوستام. خیلی خوش میگذره. حالا یه خورده چادر کوچولویه ولی چادر بزرگتر باشه نه خیلی جالب. بچه این کارا قبلا توی بچگیاتون هم میکردی یا نه؟ معمولا بچگی میذاشتم تو اتاقم چادر بزنم و فکر کنم تو حالا نزنم اولین بار من با لحاف تشک درست میکردم. آره همه درست میکردم و خیلی الان حس باحالی داره ها. با اینکه الان مثلا نشستیم پشت میز داریم کار میکنیم ولی اینکه برگردی ما میکنیم میدونی چه سر چادر بزنی توش مثلا خیلی حس خوبی داره دیگه. خیلی جالبه که به اون افکارها و اون چیزایی که دوست دارید خیلی سریع عمل بکنید. نذارید مثلا اون به قولی فکرهای ادالت و بزرگونه بیاد دایی که من یک تو بچه ای یا من یک تو مثلا چی و فلان. نذارید اون افکار برده تا یه چیزی میاد تو ذهن تو سریع درستش بکنید سریع انجامش بدید و به خاطر اصلا اون لذتی که الان داره میداره اصلا واقعا نمیتونم براتون توصیف کنم دیگه. اصلا حالمون رو خیلی خوب کرد. خیلی چسبید. اصلا خیلی عالی بود. الان تو اینجا برشیم قضا بکنیم شم سر. بچه به این زندگی رویایی با خواهر رو بهتون نشون بدم. چادر رو بزنید تو اتاق 20 متری و در چادر بازی بکنی. یعنی خدا وکیلی زندگی زیبا. زندگی رویایی دنیاتمو خرید کردی شاید؟ بله. به بچه نشون دادی یونیکورنمو؟ نه کجاست؟ یونیکورنمو. بچه من فکر کنم حتی رو این تفنگم ستاره است. یه دونه یه اوکولله دارم. سلام به تمامی افرادی که فن کمپ هستن. غذای کمپی امروزمون یکی نودل به شدت خاص و جذاب آسیاییه. به پیازه رو قشنگ انداختم. یه خورده سرخ مرغان نه بهشون اضافه میکنم. ای چان بچه ها من نمیدونم توی از اینا هست یا نه. اینا یه حالت اینی کلمن کلم گنده های گرد این سبزا رو با عباد خیلی کیوتر و کچولتر خیلی پرتمترن. یه سری ها میشوستن که اصلا کلن بوی کلم دوست ندارن برای اونا شاید جذاب نماشه ولی اونا که با بوی کلم اوکی هم بچه های آلمان خوراک غذاهای این شکلیه. یعنی کلن غذایی میخواین درست کنیم. این نودل که الان درست میکنم خیلی نودل ساده ایه و حالا نودلش رو گرفتیم از اونا گرفتیم.
که توی آلدی میتونی الان جدیدن بخرید 60 سنته. بعد هر یه دونش واقعا برای یه نفر بسته. من یه دونه میخوام. آره منم یه دونه میخورم. و این دوری که الان درست میکنم راحت راحت میتونی درست بکنی، خیلی سریعه و به شدت هم خوشمزه است. مرغ و پیاز هم صرف رو به رفیقام بهش اضافه میکنم. اون برم رفیقامو که گل زد حواستون باشه نودل اولش همیشه باید جدا تبخش بکنید، یعنی بعد که پخت به این رفیقامون اضافه میشه نودل همون میزنید جدا خالی خالی با آب بپزه. الان این بالا چی میگه؟ این واسه پیاز خورد کرده، الان پیاز نداره غذا میشه. چرا غذا پیاز هستش؟ تو چرا این اینجوری شده؟ تو گرما مونده فرم گرفته. اینو میذاریم. خب بچه ها میشه اونو خود کنم؟ اونو که دیگه سر نمیم قشنگ که سرخ شدیم قشنگ میبینیم کبابی که شدیم میریم سراغ سویا سس. عالیه. چیزی که بهش اضافه میشه بالاخره نوبت استفاده کردن این رفیقمونه. بچه ها این گالیلا بلانکا اگه آموزش رو ندیدین ببینید آموزش گالیلا بلانکا سبزیجات بهتون قبلن دادم. یه دو تا از این گالیلا بلانکا سبزیجات هم اضافه میکنم بهش. شاید هم سکه ها این هم که میره سلاش خواهی. بچه ها غذای کمپمون سوسش آماده است، نودلش هم پخت. شیممون هم داره این اسکولا میخنده. خب نودل رو در میاریم اضافه میکنیم. لکتیست بچه شما پیچاره کرده. بچه یه آهنگه واقعا یه آهنگ خودم ساخته. من آخه میدید که اصلا آهنگ سده من فکر یه آهنگ معروفه. نه بچه فهمیدم که نه بچه نودل رو از آب میگیرید اینجوری بعد میدید تو مثل ماهی که از آب میگیره. شما در از آب نودل از آب میگیره. نودل رو میگیریم از آب بعد لکتیس. این سبکس هم زدن بچه ها همیشه زیرو رو میکنه واسه همین همیشه گفتم لکتیس. خندت که یه هایی میاد تو کار رو خیلی سمیده. نه با چه نه با چپسی نه با چنگال رو بچه ببین چه خوشگل شده. میبین بچه این نودل های این شکلی که این سانت آدم درست میکنه هیچ وقت رخ ندارم ولی واقعا خوشتر هم واقعاً خوشتر هستن. وای 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 چون آخرش از اون سوسه ریختم دو ساعت داشت ریختم ولی اصلا تون نشده. چقدر گالیلا بلانکای طعم خوبی داره. هیچی ندادم بهش ها ببخشید قضاوت کردم. گازیلا بلانکا گازیلا بلانکا من واقعا خیلی خوب شدم. انقدر طعم داره اینگه صد تا چیز ریختم. به خاطر همون گالیلا بلانکا هستی گالیلا بلانکا از 3 کیلو سبزیجات از داشت همون یه ذره که دیدیو. بچه ها خوشمزه ترینه. یعنی قشنگ طعم کمپ میده. واقعا حس کمپ داره بمیده. سلام علیکم دوستای گلم. الان ساعت 3 بامداده و من دارم میخوابم در اولین شب در چادر گرم و نرممون و خیلی هیجان زدم که چطور قراره پیش بره. فردا صبح میشم و بهتون خبر میدم که چگونه خواهد بود و چه جوریه در چادر خوابیدن در خانه. ولی به نظرم جالبه چون که یه حالت گرم و نرم کوچولویه میدونیم. خیلی هیجان زدم که چگونه خواهد بود و الان دارم خستگی میمیرم. شبتون بخیر باشه. بچه ها من در این مکان گرم
و نرم از خواب پا شدم. فقط خیلی وسط شب یادتونه گفتم گرم و نرم دیشب قبل خواب، راستش بخواین یهو دیگه خیلی زیادی گرم شد. اگه ساعتی به بعد دیگه این تو داشتم من میپختم، ولی الان لپتاپم رو آوردم فیلم ببینم در چادر گرم و نرمه، ولی خیلی حس خوبی داد میدونی، خیلی حس جمع و جور کیوتی بود. و الانم که میخوام توش فیلم ببینم خیلی بیشتر حس خوبی میده. سلام علیک دوستان، منم رفتم شرکتی واسه همین دیشب نخوابیدم تو چادر امشب، ولی تو چادر میخوام بخوابم و شیفتی کار میکنیم تو چادر. مرسی که این ویدیو رو با همون دیدید. حتما اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنید، اگه جدید هستین یا قدیمی هستین سابسکرایب نکردین که خیلی زشت ناموسن. خیلی دوستاتون داریم، خیلی چسبید، حتما حتما اگه امکانشو دارید این کارو بکنید واسه یه روز درست، خیلی حال میده.